سلام علی هاشمی هستم به کلاس ما بینایت خوش اومدید امیدوارم در هر نقطه از ایران عزیز که هستید حال دلتون خوش باشه در این ویدیو آموزشی قرار رو با هم دیگه بریم سراغ حل تست شماره 104 در کنکور ریاضی 1400 و این نامادله فوق العاده قشنگ و آسون رو با هم دیگه تحلیل کنیم گفته فرض کنید مجموع جواب نامادله این بنده خدا به ازای ایکس های بزرگتر از 3 دوم این رفیق عزیزمون باشه مقدار ایکس چی میشه خب ببین من چی کارش میکنم میگم آقا چون x از سه دوم بیشتره پس مخرج من حتما حتما مثبته x از سه دوم بیشتره دیگه مخرج حتما مثبت میشه پس چون این عبارت بزرگتر از صفر بوده فقط صورت باید مثبت باشه مخرج که حتما مثبت پس طرف حساب من صورت حالا عبارت اول بوده ام دو منهای یک در x به توان دو منهای چهار تا ام ضرب در x به علاوه چهار عبارت دوم میتونم تجزیهش کنم بگم رادیکال x منهای یک در رادیکال x منهای دو آره یا نه این میخواد بزرگتر از صفر با توجه به اینکه x از سه دوم بیشتره خب این رفیقمون هم که دوباره مثبته هیچی یعنی ریشه ها بین این دوتا قرار تقسیم بشن این رفیق عزیزمون اگه مساوی با صفر بذارم ایکسش برابر خواهد بود با چهار چه باحال پس اگر ایکس این باشه چهار ایکس این زیبای نازنین باید حتما دو باشه پس این به ازای دو میخواد صفر بشه بیا به جای ایکس دو بذار اگه دو بذارم دو به توان میشه چهار در ام دو منهای یک بعدی هم اگه دو بذارم میشه منهای هشتا ام به علاوه چهار مساوی باشه. همه رو به چهار بزنم میشه ام 2 منهای دو تا ام اونم مثبت یک و منفی یک خدافز مساوی با صفر یعنی از اینجا دو تا ام میگیرم ام یا صفر میشه یا دو میشه قبوله حالا ام صفر باشه یا دو باشه ببین این جدول تعیین علامت منه ریشه های من بودن دو و چهار اگر بیام فرض کنم که ام دو باشه یعنی اینجا میشه مثبت این جمله بعدی هم که مثبته یعنی سمت راست میشه مثبت بعد منفی بعد مثبت من میخوام دو تا چهار بزرگتر از صفرش کنه اما این دو تا چهار کوچیکتر از صفرش میکنه پس M نمیتونه مساوی با دو باشه اما اگر جناب M باشه صفر ببین چقدر خوشگل میشه اون وقت این دوباره دو چهار چون M صفره ضریب ایکس دو منفیه میشه منفی مثبت منفی جانم به این جواب که میشه جواب ایدالم پس ام عزیز من باید مساوی با صفر باشه تا ما به جواب دالم برسیم سال خوشگلی بود خداییش مفهومی هم بود مرسی